من جنایتکار پشیمان نمی شود مگر با واکنشی قوی که هم در مقابل خطاهای احتمالی آینده دشمن بازدارندگی ایجاد کنند و هم بابت این جنایات از آنها انتقام بگیرد. ادامه واکنش ها به ترور معاون وزیر دفاع ایران، از دعوت به خیشتنداری تا بررسی لغو پروتکل الحاقی. رئیس مجلس از انتقام میگوید، مشاور فرمانده سپاه از برخوردی عقلانی. با یک نویسنده کتاب های جنگ اطلاعاتی ایران و اسرائیل در تل آویو درباره چند و چون این ماجرا صحبت میکنیم و اینکه اگر این حمله کار اسرائیل باشد آیا مقامی در ایران احساس امنیت میکنند؟ نگاهی به ترورهای یک دهه گذشته در ایران، ضعف در حفاظت فیزیکی یا رخنه در سیستم اطلاعاتی. شهید فخری‌زاده کاملا حفاظت میشد. اینکه چرا این اتفاق افتاد باید از این منظر سوال بشه که چرا اشراف اطلاعاتی که ما داریم و امنیتی که ما در سطح ملی ما امروز داریم این یک جاهایی درش رخنه صورت میگیره. از یک تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی که ساختار سپاه پاسداران را میشناسد میپرسم این رخنه امنیتی در چه سطحی و چطور صورت گرفته؟ در ادامه برنامه امشب، سهم ناچیز نیمی از جمعیت ایران در سیاست، چرا زنان نادیده گرفته میشوند؟ نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره. و قطعه ماندگار آرزوها، این بار با نوای پیانو و صدای نازلی سلطانزاده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. دو روز بعد از تروری تکان دهنده که ایران را در بهت فرو برد، هنوز روشن نیست که در محل دقیقاً چه اتفاقی افتاده. جمعه محسن فخری‌زاده، مقامی عالی رتبه در وزارت دفاع ایران و چهره پشت پرده، کشته شد. گزارش رسانه‌ها در ایران از چگونگی این قتل زد و نقیز است. فریدون عباسی دوانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ایران، میگوید که مهاجمان قصد داشتند محسن فخری‌زاده را با انفجار یک خودرو پارک شده از میان بردارند، ولی در نهایت به او تیراندازی کردند. روایت دیگر از یک جوخه 12 نفره میگوید که تیم حفاظت محسن فخری‌زاده را به رگبار بستند. ولی خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران نوشته که هیچ عامل انسانی در محل ترور حضور نداشته. دعوای دیگر در ایران یافتن مقصر ماجرا است. میپرسند مسئولیت ناتوانی در حفاظت از محسن فخری‌زاده بر عهده کدام فرد یا نهاد است؟ آیا با چنین عملیات پیچیده‌ای مقامی در ایران احساس امنیت میکند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از فیروزه اکبریان. تشییع پیکر محسن فخری‌زاده، رئیس مرکز پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، در اینجا مشهد، آرامگاه امام هشتم شیعیان. شخصیتی که نقشی کلیدی در پروژه‌های هسته‌ای و نظامی ایران داشت و پریروز در حمله مسلحانه در نزدیکی تهران کشته شد. ترور او واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی داشته. واکنش‌های داخلی بیشتر بر انتقام از عاملان حمله متمرکز بود. از فرستادن هر گونه سیگنال ضعف، از جمله سخنان امروز محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس. ما دشمن جنایتکار پشیمان نمی‌شود مگر با واکنش قوی که هم در مقابل خطاهای احتمالی آینده دشمن بازدارندگی ایجاد کنند و هم بابت این جنایات از آنها انتقام بگیرد. نمایندگان مجلس امروز در جلسه غیر علنی تصمیم گرفتند که با تهیه و تصویب طرحی اجرای پروتکل الحاقی در مورد بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته‌ای ایران لغو شود. نمایندگان منشأ بسیاری از اتفاقات به گفته آنها تلخ را بازرسی های آژانس دانستند. همین دیروز بود که عده‌ای که خود را بسیجی و طلبه می نامیدند مقابل ساختمان وزارت خارجه در تهران تجمع کردند. یکی از خواسته های آنها التیماتوم به مجلس برای پاسخی قاطع به این ترور بود. بیشتر روزنامه‌های چاپ امروز تهران هم صفحات اول خود را به این موضوع اختصاص دادند.
اکثر آنها با بازنشر سخنان آیت الله خامنه‌ای موضوع انتقام از عاملان حادثه را برجسته کرده اند. در این میان روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب رهبر ایران است، در یادداشتی با عنوان دست بر ماشه بازدارنده با فرض اثبات نقش اسرائیل خواهان برخوردی محکم شده. شهر مهم بندری حیفا را اونچنان مورد حمله قرار دهیم که علاوه بر انهدام تاسیسات با تلفات سنگین انسانی نیز توأم باشد تا بازدارندگی ما به نقطه اطمینان برسد. اسماعیل کوثری مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران واکنش متفاوتی دارد. او به خبرگزاری ایلنا گفته نمیتوان با این مسئله احساسی برخورد کرد. در یکی از تازه ترین واکنش های خارجی به این حادثه، دامینیک راب وزیر خارجه بریتانیا گفته منتظریم تا شواهد و واقعیت ها را به طور کامل ببینیم. ما در مورد هدف قرار دادن غیر نظامیان به قوانین بسیار واضح بشر دوستانه بین المللی پایبندیم. یکی دو سال پیش هم عکس ایشون جایی ظاهر نشد، منتشر نشده بود. محسن فخری‌زاده به گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی چهره‌ای مهم اما کمتر شناخته شده در عرصه بین‌المللی بود. انگشت اتهام برای مرگ او به سمت اسرائیل نشانه رفته، هرچند خود اسرائیل سکوت اختیار کرده. واکنش‌ها در داخل ایران به ترور کسی که ظاهراً یکی از مغزهای متفکر برنامه هسته‌ای و نظامی این کشور بود، از درخواست برای پاسخ محکم و قاطع تا برخورد محتاطانه را در بر می‌گیرد. به موقع مناسب مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد. شاید عده‌ای نمی‌خواهند در این فاصله کوتاه باقی مانده از ریاست جمهوری ساکن فعلی کاخ سفید بهانه‌ای به دست او بدهند. اما آنچه از چشم‌ها دور نمانده ضعف دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران است. ضعفی که به دنبال حمله به تأسیسات هسته‌ای و حالا ترور معاون وزیر دفاع ایران پررنگ‌تر هم شده. تا جایی که شاهد حمله‌های اینچنینی در قلب کشور باشد. فیروزه اکبریان، BBC. در ادامه برنامه با روننبرگ، من خبرنگار مسائل امنیتی در روزنامه نیویورک تایمز از تل‌آویو صحبت میکنیم و همینطور مهدی طلعتی تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی از سنگالن سوئیس. و اما ترور محسن فخری‌زاده در ادامه حوادث ماهای گذشته به بحثی عمومی درباره ناتوانی دستگاه‌های امنیتی ایران و حفاظت از افراد رده بالا و تأسیسات حساس دامن زده. اما آیا مشکل عملکرد ضعیف تیم حفاظت بوده یا آسیب‌پذیری تشکیلات اطلاعاتی و سپاه پاسداران در برابر رخنه و نفوذ خارجی؟ سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. تدارک خاک سپاری محسن فخری‌زاده جزئیات دلخراش بیشتری از ترورش منتشر شده. محسن فخری‌زاده در آغوش همسرش میان مرگ دست و پنجه نرم کرد و نهایتاً در بیمارستان از پا درآمد. تروری که برخلاف 4 ترور قبلی با لشکری از مهاجمان و مهمات صورت گرفت و به مراتب برنامه ریزی شده تر و جسورانه تر از ترورهای قبلی بود. فریدون عباسی که 10 آنگونه که از زبان یک دانشمند دیگر هسته‌ای شرح داده شد. یه خودرو نیسان باری رو که ظاهراً چوب حمل می‌کرده اونجا پارک کرده بودن، ولی توش مواد منفجره کار گذاشته بودن. اونا با تیراندازی می‌خواستن به طریقی عمل بکنن که خودروی شهید فخری‌زاده کنار نیسان متوقف بشه و بعد انفجار رو انجام بدن. تیراندازی که می‌کنن، حالا چجور شده، آقای فخری‌زاده قبل از اون یا دور از ماشین نیسان متوقف میشه و از خودرو پیاده میشه. اگر این شرح وقایع دقیق باشند، شاید اگر محسن فخری‌زاده از خودروی خود پیاده نمیشد، امروز جان سالم به در برده بود. و همین باعث میشه که یه تیر به کتف ایشون اصابت بکنه و محافظایی که بعد از ایشون داشتن پشت سرش بودن، اونا پیاده میشن، میان پوشش میدن ایشون رو که محافظ رو اینجا میزنن زاربین. فریدون عباسی که خود 10 سال پیش از سوء قصد دیگری جان سالم به در برد، 2 سال پیش در یک مصاحبه از نبود محافظان کافی برای 4 دانشمند هسته‌ای ترور شده انتقاد کرد.
میدونستیم که میان سراغمون دیگه، یعنی ردخور نداشت وقتی علی محمدی رو زدن، ولی ببینید فقط در حد هشدار و اینکه یه جور سیستم امنیتی از خودش رفع تکلیف بکنه، یعنی بگه من گفتم. ولی خب، ولی امروز فریدون عباسی میگوید بهترین محافظت ها هم نمیتوانست محسن فخری زاده را در مقابل چنان مهاجمانی در امان نگه دارد. آقای فخری زاده هم همین مورد رو داشت، چون سال 87 تیم ترور جدی براش آمده بود و 12 سال پیش، و از همون موقع هم ایشون به هر حال تیم محافظ داشت، همین که این دفعه هم تیم همراهش بود. ولی دشمن اون روش هایی که میخواد دست به ترور بزنه رو عوض میکنه. آیا ترور محسن فخری زاده ناشی از غفلت در محافظت از او بود؟ یا نتیجه کار یک شبکه قدرتمند از جاسوسان خارجی در تشکیلات اطلاعات سپاه؟ حسین دهقان که به تشکیلات سپاه نزدیک است، سربسته از یک رخنه اطلاعاتی سخن میگوید. اینکه چرا این اتفاق افتاد باید از این منظر سوال بشه که چرا اشراف اطلاعاتی که ما داریم و امنیتی که ما در سطح ملیمون امروز داریم، این یک جاهایی درش رخنه صورت میگیره. که از کجا این رخنه و نفوذ صورت میگیره، این اون جایی است که امروز باید مقامات مسئول جواب بدن. ترور دانشمندان هسته‌ای تنها نمونه ناکامی‌های اطلاعاتی ایران نیستند. مثلا حمله‌های سایبری به تأسیسات هسته‌ای ایران که به گفته دانشمندان هسته‌ای حتی در روزهای خاصی انجام می‌شد که پیام خاصی برساند. خرابکاری‌های صنعتی که تو تأسیسات هسته‌ای ما انجام شد روزهای خاصی بود، مثل ساعت نیم بامداد 15 شعبان یا روز قدس. این وقتی این روزها انتخاب میشه توسط رژیم صهیونیستی، یعنی یه مقابله ایدئولوژیک با ما داره که روزهای خاص ما رو که یه جور عید هست برای ما، یه روز مهمی است در مبارزه با رژیم صهیونیستی، همون روز میاد اقدام انجام میده. و یا دستبرد به یک مرکز نگهداری اسناد هسته‌ای که نخست وزیر اسرائیل از آن خبر داده بود و همانجا هم بود که از محسن فخری زاده یاد کرد. زیر مجموعه های اطلاعاتی سپاه کار حفاظت از دانشمندان هسته‌ای را از وزارت اطلاعات ایران تحویل گرفته بودند. حدود 1.5 سال بعد از آشنایی با و حتی افراد دیگری مثل احمد رضا جلالی را به اتهام دخالت در این ترورها بازداشت و وادار به اعتراف کرد. او بعداً اتهامات وارده را تکذیب کرد ولی حالا در شرف اعدام قرار گرفته. ترور محسن فخری زاده شاید حالا دو جناح جمهوری اسلامی را در بحث توافق هسته‌ای رو در رو کند، ولی شاید هم به حکومت ایران درس خوبی از آسیب شناسی امنیتی بدهد. سیاوش اردلان، بی بی سی. رونن برگمن خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز از تل آویو با ماست. آقای برگمن کتاب‌های متعددی دارند در مورد رفتار و عملیات نیروهای اسرائیلی علیه ایران، از جمله کتاب برخیز و اول تو بکش، تاریخ مخفی ترورهای هدفمند اسرائیل. آقای برگمن، شما روی جنگ اطلاعاتی ایران و اسرائیل مفصلا کار کردید. چنین قتلی بدون همکاری افرادی در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران قابل انجامه؟ Well, everything is possible. هر چی ممکن هست، راستشو بخواید، ولی خیلی چیزا هم ممکن نیست. من نمیخوام پیش فرضی داشته باشم. من با داده ها و فکت ها سر و کار دارم. وقتی این فکت ها و داده ها داشته باشیم، اون تیم ما در روزنامه نیویورک تایمز رجوع تحقیق خواهد کرد و وقتی فکت ها داده های بیشتری داشته باشم، میتونم گزارش بهتری رو داشته باشم درباره اون چه که در ایران اتفاق افتاد و در دسترس مخاطبان قرار میدم. اون چه که الان میتونم بگم این هست که ما میتونیم یک سری پیش فرض های اساسی داشته باشیم که شاید منافات داشته باشه و بعضی از فرضیه هایی که در رابطه با این اخبار ترور تا الان شنیدیم. چنین تروری اون ردپای ترورهای قبلی دانشمندان هسته‌ای رو نداره که مثلا موساد رو مقصرش دونستند. بعضی از همکاران من در نیویورک تایمز دو هفته پیش گزارشی منتشر کردیم که موساد، سازمان اطلاعاتی اسرائیل، به درخواست آمریکا نفر دوم القاعده در تهران رو ترور کرد. این توسط دو تا
کسی که ترور میکنن مهاجم بر روی موتورسیکلت انجام شد که یکشون هفتیر کشید و نفر دوم القاعده رو کشت و این شبیه بودش به ترورهای مشابهی که مثلا ارتباط داشتن با موساد، ولی این دفعه یه ذره فرق میکنه. تمام چیزایی که ما داریم میشنویم از منابع مختلف ایران، چه از تلویزیون های رسمی ایرانی، از منابع نزدیک به سپاه یا شاهدان عینی یا آبران یا تمام کسانی که به یک نحوی اطلاعات داشتن از این اونچه که دیدند، هر کدوم دارن درباره واحدهای مختلف، تیمهای مختلف، گروههای مختلف عملیاتی صحبت میکنن که مثلا یه تبادل آتشی صورت گرفت بین مهاجمین و محافظان شخصی آقای فخریزاده. چنین اتفاقی ما تا حالا قبلا ندیدیم. ترورهای قبلی که قبلا به موساد نسبت داده شد، به غیر از یک مورد در سال 2012 که مربوط بود یک دانشمند هسته‌ای به اسم دوانی که خودش هفتیر کشید و وارد تبادل آتش شد و نجات پیدا کرد و تونست جون سالم به در ببر ولی اندکی زخمی شد، ولی بقیه دانشمندان هسته‌ای فقط طرف مهاجم شلیک کرد. اما الان این فرق میکنه. ما میتونیم فرض بگیریم مهاجمینی که فخریزاده رو ترور کردن میدونستند که آقای فخریزاده محافظ شخصی داره و با محافظ شخصی داره تردد میکنه، بنابراین انتظار داشتند که تبادل آتش در این عملیات صورت خواهد گرفت، بنابراین لازم هستش که اونا بتونن یه سناریوی جدیدی رو خلق بکنن که چگونه بتونن با این محافظان شخصی برخورد بکنن. همونطور که یک افسر موساد قبلا به من گفته بود، بخوام ازش نقل قول کنم، به من گفت وقتی شما میخواید یکی رو بکشید، در انتهای عملیات طرف نمیتونه نیمه مرده باشه. اگه فقط طرف مثلا زخمی بشه، فقط یه دستشو از دست بده یا پاشو از دست بده، ما مأموریتمون رو به درستی انجام ندادیم و تکمیل نکردیم، چون هدف کشتن اون فرد هست. بنابراین من فرض میگیرم مهاجم هر کی بوده و برای هر کی که کار میکرده میخواسته اطمینان حاصل کنه که محسن فخریزاده زنده از این ترور بیرون نیاد. بنابراین کاری که باید بکنه اینه که تیم‌های مختلفی رو مشارکت بده. حالا مشارکت دادن تیم‌های مختلف در این عملیات علیه کسی که بعد از رهبر ایران بیشتر از همه مورد محافظت قرار می‌گیره، بعد از رئیس جمهور بیشتر از همه مورد محافظت قرار می‌گیره، کسی که در ماشین‌های ضد گلوله میره و محافظ شخصی داره، چنین تروری باید ماها اگر نه بیشتر تدارک و آماده سازی رو انجام داد براش. وقت من خیلی کمه، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم، وقت زیادی نداریم. اگر کوتاه جواب بدید خیلی ممنون میشم. در نهایت شما فکر نمی کنید که این فرضیه رو در حقیقت شما خیلی قابل اعتنا نمیدونید که گویا همکاری از داخل نهادهای امنیتی ایران صورت گرفته شد؟ خیلی خیلی کوتاه لطفا. نه من نگفتم نیست. برعکس دارم میگم اتفاقا آماده سازی خیلی لازمی رو احتیاج داره و نکته اصلی و کلید اصلی در اینجا اطلاعات هست. اطلاعاتی مبنی بر این که فخریزاده کجا هستش، چه تدابیر امنیتی برای او به کار رفته، تمام وقت مثلا اطلاعات سپاه یا حفاظت سپاه در موردش داره اعمال میکنه، چه تدابیری هستن، و برای اینکه این رو بفهمن باید رخنه‌های بسیار شدیدی در وزارت دفاع و در سپاه پاسداران شده باشه. چنین رخنه و چنین نفوذی از راه‌های مختلف میتونه انجام بشه. من اینجا نیستم که بخوام به شما توضیح بدم که مثلا این رخنه به چه شکل بوده یا چه کسانی با او همکاری کردن یا به چه شکلی رخنه کردن، ولی با شما موافق هستم که چنین عملیاتی برای علیه کسی در این سطح امکان نداشته که انجام بشه بدون اینکه درک بسیار خوب و کاملی از
ساز و کار امنیتی اون طرف داشته باشیم و بنابراین اصلا فکر نمی کنم تصادفی باشه که اسرائیل با اینکه او هدف اسرائیل نبوده ولی اسرائیل تونست بفهمه که او بعد مثلا اون فرد که در رابطه با القاعده ترور شد اسرائیل میدونست که او از طرف ایران محافظش هستن اون کسی که مثلا تو پاسدار زندگی میکنه. پس شما فکر میکنید که ممکنه از داخل نهادهای امنیتی با مهاجمان همکاری صورت گرفته شد؟ در هر صورت شما بر روی قابلیت‌های دو طرف مطالعه کردید، ایران توان تلافی کردن رو داره یا نه؟ خیلی کوتاه اگه جواب بدید ممنون میشم. امیدوارم که نتونه، ولی فکر هم نمی کنم که ایرانی‌ها واقعا بخوان چنین کاری بکنن. من فکر کنم از نقطه نظر رژیم ایران اگه بتونم برآوردی داشته باشم، رژیم ایران میخواد که بتونه تو 50 روز گذشته رو بدون سر و صدا بگذرونن تا بفهمن که آیا به کار آمدن دولت جدید جو بایدن میتونه بادهای جدیدی رو به طرف ایران به حرکت در بیاره، میتونه باعث مذاکره برای یک توافق هسته‌ای بشه یا نه، و مهمتر از همه و نکته اصلی اینجاست، آیا میتونه به جای منتهی بشه که تحریم‌های آمریکا علیه ایران لغو بشه، مخصوصا تحریم علیه حساب‌های بانکی حکومت ایران. حکومت ایران ورشکسته شده و به پول احتیاج داره، این پول رو احتیاج داره که بتونه زنده بمونه و بیشتر از این پول احتیاج دارن که فقط اشتهای سیری‌ناپذیر خودشون رو برای انتقام بخوان خرج بکنن، بیشتر از این پول احتیاج دارن. آقای برگمن، شما در کتابتون، در کتابی که اخیراً منتشر شد، یکی دو سال اخیر البته، نوشتید که مئر داگان رئیس سابق موساد آقای نتانیاهو رو متهم میکرد به اینکه از قابلیت‌های نهادهای اطلاعاتی اسرائیل برای پیشبرد مقاصد سیاسی در داخل اسرائیل استفاده میکنه. در مورد این ترور چی فکر میکنید؟ خیلی خیلی کوتاه، در حد یک دقیقه لطفاً. نه من فکر نمی کنم اینطور باشه. اون چیزی که ازش نقل شده این هست که او نخست وزیرهای زیادی رو در اسرائیل میشناخت که هیچ کدومش هم حالا امامزاده نبودند، اما فقط یک نخست وزیر بود. نه اینو میگفت، میگفتش که وقتی برای نخست وزیر یک منافاتی پیش می اومد بین نفع سیاسی خودش و نفع کشور اسرائیل، اکثرشون تمایل رو به نفع اسرائیل نشون میدادن تا نفع شخصی خودشون، به استثنای نتانیاهو که بیشتر دنبال منافع شخصی خودش بود. برای همین بود که او بیشتر درگیر میشد با نتانیاهو، برای اینکه او همیشه میگفت ما باید در خفا و تا عملیات مخفیانه علیه برنامه هسته‌ای ایران عمل بکنیم، اما نتانیاهو این رو نمیخواست. نتانیاهو میخواست که مثلا حمله هوایی علیه ایران انجام بشه، حمله های خیلی آشکارتر. برای همین در سه سال گذشته در محافل اطلاعاتی اسرائیل بحثای زیادی شده که اسرائیل چگونه باید با ایران برخورد کنه، ولی الان فکر نمیکنم اسرائیل دیگه الان دنبال فکر حمله نظامی به ایران هست، اصلا این گزینه روی میز نیست. اما سوال اینجاست که چه سیاستی اسرائیل اتخاذ خواهد کرد وقتی یک رئیس جمهور جدید آمریکا وارد کاخ سفید بشه، و بعد اگه چنین رئیس جمهوری بیاد مثل جو بایدن، اون موقع چه تأثیری رو عملیات مخفی اسرائیل در ایران داشته باشه، و اگر اون موقع این منافات قرار بگیره با مذاکرات، اون موقع چه اتفاقی اتفاق خواهد افتاد؟ از روننبرگ، من خبرنگار روزنامه نیویورک تایمز و نویسنده کتاب برخیز و اول تو بکش و با پوزش، به دلیل اینکه وقتمون کمه و من مجبور شدم بارها آقای برگمن رو قطع بکنم. اما مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی، هم از سنگالن سوئیس با ما هستن. آقای طلعتی، مسئولیت غفلتی که باعث کشته شدن آقای فخری‌زاده شده الان مورد بحث در ایران، از نظر شما به کی برمیگرده؟ به کدوم فرد یا نهاد؟ وقتی که ما میایم الگوهای رفتاری سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی ایران رو بعد از این وقایع بررسی میکنیم، میبینیم که یک نوع سردرگمی در اینها هست، و این هم به خاطر اون ایده اصلی هستش که پشت مأموریت قرار داره. یعنی هنوز تهدیدهایی رو که
در دهه گذشته خصوصا بعد از برجسته شدن پرونده هسته‌ای ایران در سطح بین المللی و آشکار شدن تهدید علنیش بر علیه اسرائیل و بزرگ نمایی اون توسط اسرائیل رو اینها نتونستن تجزیه و تحلیل کنن و ببینن که بر اساس این برنامه ایران و تهدیدهایی که بر اون مترتبه چه سیاست‌های امنیتی رو باید در نظر بگیرن. خب این مسئله نیستش که الان شروع شده باشه، بنابراین دید سیاست‌های امنیتی ایران یه دیدی هستش که مانع از این میشه که خودشون رو با تهدیدات جدید و با خطراتی که به وجود میاد وفق بدن. ببینید سیستم اطلاعاتی و امنیتی ایران بر اساس تهدیدات داخلی مثل سازمان‌های مجاهدین خلق، سازمان‌هایی که در ایران به صورت بومی دست به خرابکاری و یا ترور می‌زدن شکل گرفته و هنوز نتونسته خودش رو در برابر سازمان‌های پیچیده‌ای مثل موساد، CIA و حتی سازمان‌های رقیب منطقه‌ای در اطراف خودمون تطبیق بده. این یکی از دلایل اصلی هستش. البته دلایل دیگه‌ای هم وجود داره مثل عدم وجود هماهنگی و همکاری میان سازمان‌های اطلاعاتی و اینکه تمام این سیستم حفاظت باید توسط عقبه اطلاعاتی تعمیم بشه و تغذیه بشه. بله. یعنی خب در نبود همین هماهنگی که شما بهش اشاره کردید و با توجه به اختلافات زیادی که گفته میشه بین نهادهای اطلاعاتی ایران خصوصا وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هست، میتونند شبکه مخفی که ظاهرا لانه کرده در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران رو پیدا بکنند؟ ببینید البته من سر این قضیه یک مشکلی دارم. به نظر من رخنه چندان زیادی در سازمان‌های اطلاعاتی ایران نشده، بلکه این عملکرد ضعیف و عدم آگاهیشون نسبت به خطرات محیطی هستش که باعث این قضیه شده. بنابراین اگر بتوانن یک هماهنگی لازم رو بین اجزای سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی در داخل کشور ایجاد بکنن بدون اینکه توی مسائل مختلف در کار همدیگه دخالت بکنن، میتونن برنامه جدیدی بریزن، سازمان مناسب رو ایجاد بکنن و مأموریت بهش بدن که این قضیه رو دنبال بکنه. ببینید وزارت اطلاعات به عنوان یه سازمان حرفه‌ای در سطح منطقه کاملا میتونه اطلاعات مربوط به این سازمان‌ها رو جمع‌آوری بکنه و قبل از اینکه وارد بشن اینها رو به دستگاه‌های زیرب بده. همچنین در داخل، همینجوری که این دوست عزیزمون قبل از من هم گفتم، ببینید این یه برنامه‌ای بوده که مدت‌ها زمان برده، یعنی باید اطلاعات جمع شده باشه، تدارکات شده باشه، گروه عملیاتی اومده باشه. چطور شده که در طی این مدت اینها نتونستن هیچ کدوم از این سه بخش رو تشخیص بدن و جلوش رو بگیرن؟ در هر صورت اینها ناگزیر هستن که با همدیگه ارتباط داشته باشن. چطور شده که این ارتباطاتشون رو نشده؟ وقتی که این سوال رو مطرح میکنیم به این نتیجه میرسیم که دستگاه‌هایی که باید وظایفشون رو در مورد شناسایی قبل از عمل، شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تهدیدات داخلی رو انجام بدن، به کارشون درست عمل نمی‌کنن. آقای طلعتی به وزارت اطلاعات اشاره کردید، با توجه به عملکرد وزارت اطلاعات در مورد کسی مثل مازیار ابراهیمی و علنی شدن اون، چنین توقعی از وزارت اطلاعات واقع بینانه است؟ نه، این حرف شما کاملا درست هستش، به این علت که وزارت اطلاعات بعد از اون تغییراتی که بعد از قتل‌های زنجیره‌ای توش به وجود اومد، بسیاری از کادرهای حرفه‌ای خودش رو از دست داد و تقریبا به یک حالت استندبای مبتلا شد. یعنی با توجه به اینکه بخش زیادی از اختیاراتش زیر سایه سپاه قرار گرفت و سپاه توی این وظایف دخول پیدا کرد، بنابراین وزارت اطلاعات به یه نوعی هدف اصلی خودش رو گم کرد و نیروهاش سرخورده شدن توی کار حرفه‌ای خودشون. در هر صورت این رو باید در نظر داشته باشیم که با توجه به سطح آموزش و سطح تجربه وزارت اطلاعات، اگر وزارت اطلاعات بتونه مجدداً به اون حالت ایدئال خودش برگرده، یک همچین مسائلی بسیار کمتر در داخل مملکت رو خواهد داد. ولی با توجه به وضعیت فعلی
وزارت اطلاعات و حتی خود آقای وزیر که قبل از وزارت سابقه کارهای امنیتی نداشتن، میتونیم حدس بزنیم که در داخل وزارت اطلاعات چه میذاره. ولی این رو باید توجه داشته باشیم که سرویس خارجی وزارت اطلاعات یکی از سرویس های بسیار با نفوذ و بسیار قوی در سطح منطقه و حتی در سطح اروپا بود. حتی به سازمان‌های اروپایی مشورت می‌داد، باهاشون همکاری داشت و بنابراین تونسته بود که تا حدود زیادی تهدیدها رو قبل از اینکه وارد کشور بشن جمع و جور بکنه و یا اگر هست به مبادی زیرب در داخل کشور اطلاع بده. ممنونم از مهدی طلعتی، تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی از سنگالن سوئیس با ما. حمله خودروی بمبگذاری شده به یک پایگاه ارتش افغانستان در منطقه قلعه جوز ولایت غزنی دست کم 30 کشته به جا گذاشت و 10 زخمی. در یک حمله انتحاری دیگر در ولایت زابل در همسایگی غزنی هم یک نفر کشته شد و دست کم 20 نفر مجروح شدند. به گفته مقام‌های محلی هدف این حمله رئیس شورای ولایتی زابل بوده. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. انفجار در نزدیکی یک پایگاه نظامی به وسیله خودروی نظامی نوع هاموی. فرد انتحاری صبح امروز خودروی مملو از مواد انفجاری خود را در منطقه قلعه جوز ولایت غزنی منفجر کرد. وزارت دفاع گفته هدف پایگاه ارتش بوده. سر پیره‌دارا منداخ کردن، پیره‌دارا را از بین بردن، منتها به هدف نرسیدن. پیش از اینکه به هدف برسن موتر انفجار کرد. این وزارت گفته در این حمله 10 سرباز ارتش کشته و 7 نفر دیگر زخمی شدند. اما منابع دیگر آمار تلفات را بیشتر از این میگویند. دست کم 30 کشته و نزدیک به 30 زخمی تا بعد از ظهر امروز. منطقه قلعه جوز که این رویداد در آن رخ داده در حدود 12 کیلومتری جنوب شرق شهر غزنی موقعیت دارد و در مسیر ولسوالی دهیک است. دهیک از ولسوالی‌های ناامن غزنی است که حدود یک سال شده مرکز آن به دست دولت افتاده، اما طالبان در اکثریت مناطق دیگران فعالند. زابل در همسایگی غزنی نیز صبح ناآرامی را شروع کرد. انفجاری دیگر از همان نوع، خودرویی پر از مواد انفجاری. منابع محلی می‌گویند هدف رئیس شورای ولایتی زابل بوده. دو محافظ او با شماری از کودکان و زنان زخمی شدند که شمار آنان دست کم به 20 نفر می رسد. هرچند دولت و سیاستمداران در پی حل تنش‌ها و تسریع شروع کار شورای عالی مصالحه برای پیشبرد بهتر روند صلح هستند، خط نبرد در نقاط مختلف افغانستان خونین است. در دو ماه گذشته پس از شروع مذاکرات صلح میان دولت و طالبان تقریبا هیچ روزی بدون خبر انفجار و انتحار به شب نرسیده. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. در این بخش خوش اومدید به دومین قسمت از برنامه‌های ویژه صد زن. این ویژه برنامه تا چهارشنبه ادامه خواهد داشت و هر شب درباره یکی از موضوعات مربوط به زنان صحبت می‌کنیم. امشب به سهم زنان در سیاست ایران می‌پردازیم و همینطور افغانستان. در 4 دهه گذشته زنان حضور چندانی در نهادهای قدرت نداشتند و تلاش‌ها برای تغییر شرایط در ایران ناکام مانده. در آخرین مورد مصوبه دولت ایران برای اختصاص 30% پست‌های مدیریتی به زنان با حکم دیوان عدالت اداری باطل شد. فرنوش امیرشاهی در گزارشش می‌گوید چرا زنان در سیاست ایران نادیده گرفته می‌شوند. در زمان این رژیم که فریاد می‌کردند که آزاد زنان و آزاد مردان، چه فعالیتی زنها داشتن؟ تهش هم ملتیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب. فرزند آوری یکی از مهمترین مجاهدت‌های زنان و وظایف زنانه. خانه‌داری یک شغل است، شغل بزرگ، شغل مهم. زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن، حق ندارن فیلم شناگران مرد شنا میکنن زنها ببینن. این حرامه، حرامه، حرامه. نگاه مقام های جمهوری اسلامی به زنان.
متکی بر فقه سنتی و سیاست‌های سختگیرانه که زنها را از ورود به بسیاری از حوزه‌های سیاسی و نهادهای قدرت محروم کرده. از همان اولین روزهای بعد از انقلاب، نوع برخورد با معترضان به حجاب اجباری، سیاست جمهوری اسلامی درباره زنها را مشخص کرد. سرکوب گسترده و اجرای سفت و سخت این فرمان نشان داد که مسائل زنان خط قرمز حکومت است. در بیش از 14 دهه گذشته، ایدئولوژی جمهوری اسلامی اولویت دادن به نقش زنان در خانه و در قالب همسر و مادر بوده. مسئله اشتغال بانوان نه، این جزء مسائل اصلی نیست. پیگیری چنین سیاستی باعث شده که سهم آنها از قدرت ناچیز باشد. ایران در سال 2020 بین 153 کشور جهان از نظر شاخص شکاف جنسیتی 6 پله سقوط کرده و در رتبه 148 ایستاده. در حوزه مشارکت سیاسی زنان هم رتبه ایران 145 بوده. این موقعیت خیلی تناسبی با میزان جمعیت زنها و سطح تحصیلات و حضور آنها در جامعه ندارد. در این صورت چرا آنها چنین در حاشیه قدرتند؟ مسئله زنان برای جمهوری اسلامی به یک پاشنه آشیل تبدیل شده و براش به یک بحث حیثیتی تبدیل شده، به خاطر اینکه از اولین روزهای بعد از انقلاب یک عنوانی رو به عنوان زن مسلمان ایرانی در نظر گرفته که این عنوان باعث میشه که هر زنی که برخلاف اون در واقع نرمی که جمهوری اسلامی در نظر گرفته باشه مورد سرکوب قرار بگیره. در تمام سالهای گذشته ابهام و بلا تکلیفی در تعریف واژه رجل سیاسی امکان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری رو از زنها گرفته. شانس وزارت هم تا به حال فقط یک بار برای زنها فراهم شده. اما در مجلس تعداد نمایندگان زن به نسبت کل جمعیت 290 نفره نمایندگان پارلمان سهم ناچیزیه. در این دوره فقط 16 نماینده زن در مجلس فعالیت میکنن. در مدیریت نهادهای انتصابی مثل شورای نگهبان، قوه قضاییه و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تا به حال پای هیچ زنی باز نشده. نتیجه چنین چینشی در سیاست ایران انحصاری شدن سیاست در دستان مردان بوده. علاوه بر این، به تازگی مصوبه دولت برای اختصاص سهمیه 30% به زنان در پست‌های مدیریتی با حکم دیوان عدالت اداری باطل شد. این اولین باری نیست که تلاش‌ها برای تغییر شرایط زنان در سیاست به بن‌بست خورده. مثلا سال 94 فعالیت کمپین تغییر چهره مردانه مجلس سرکوب شد و اعضایش احضار و بازداشت شدند. موضوعات زنان به مسائل سیاسی امنیتی تبدیل شده و هر موضوع کوچیکی هم که مربوط به زنانه، مثلا ورود دخترها به استادیوم‌ها برای تماشای مسابقات، اصلا به شدت باهاش مخالفت میشه. دو شرط سواری بانوان که موضوع خیلی حق طبیعی بدیهی و خیلی عادیه باهاش مخالفت میشه. با این حال سیاست‌های محدودکننده جواب نداده. با اینکه زنان چندان در سیاست به بازی گرفته نمی‌شوند، اما در سال‌های گذشته کمتر جنبش و تجمعی بوده که حضور آنها به چشم نیاید. از فردا اعتصاب به فرمانداری منتقل میشه. به جز این، گروه‌های متعددی در داخل و خارج ایران در حال فعالیت برای تشویق زنان به حضور در فعالیت‌های سیاسی هستند. تدوین قانون اساسی بر اساس برابری جنسیتی نوشته بشه. برنامه آموزشی ملی باید برای همه حقوق برابر رو در نظر بگیره و نهادهایی تشکیل بشه که آموزش بدن به خانواده‌ها برای اینکه برابری جنسیتی رو از همون ابتدا رعایت بکنن. یا توانمندسازی زنان، بالا بردن اعتماد به نفس اونها برای مشارکت سیاسی و همینطور آموزش مردان که میتونه به این کمک بکنه که همراهی کنن. در یک دهه گذشته هر چقدر تلاش برای خانه نشین کردن زنها بیشتر شده، حضور آنها پررنگتر و مطالباتشان عمومیتر بوده. حالا به سادگی نمی‌شود صدای آنها را نشنیده گرفت. فرنوش همشاهی، بی بی سی. نسیم سرابندی فعال حقوق زنان از نیویورک با ما هستند و همینطور ناهید فرید نماینده ولایت هرات در مجلس و فعال حقوق زنان از هرات با ما. اول از خانم فرید میپرسم. خانم فرید،
تلاش زیادی صورت گرفته در 20 سال اخیر در افغانستان که حضور زنان در سیاست بیشتر بشه. حضور کمی زنان چقدر به حضور کیفی منجر شده؟ به نام خدا، عرض سلام خدمت شما و همه مخاطبین برنامه شما. بسیار سوال خوبی را مطرح کردین. خب قاعدتا بعد از 11 سپتامبر همه جهان به زنان در افغانستان به عنوان زنان قربانی نگاه میکرد، زنانی که سالها قربانی ظلم و ستم و تبعیض رژیم طالبان و ساختار و سیستم شده بودند. تغییر این روایت سخت هست که زنان را تبدیل بکنن به زنانی که رهبری در سیاست را به عهده میگیرن و قسمتی از تصمیم های سیاسی بزرگ در افغانستان میشن. اما من فکر میکنم ما قدم های ارزنده ای را برداشتیم. یکی از اون قدم ها قانون اساسی افغانستان هست که تضمین میکنه حضور زنان در پارلمان افغانستان که حدود 30% هست، حضور زنان در کابینه افغانستان، نه تنها در فقط در پست های مثل وزارت امور زنان، بلکه ما زنان در وزارت معادن، در وزارت معارف، زنان در وزارت تحصیلات عالی، در وزارت هایی که کلیشه ای حضور زنان کلیشه ای نبوده و یک حضور متفاوت و تابو شکنی بوده داشتیم، دستاورد هایی را داشتیم که نمیتوانیم این کار بکنیم. اما کافی نیست قاعدتاً. چیزی که شما گفتین، حضور کیفی و معنادار و بر اساس توانایی های زنان نیاز به یک مبارزه طولانی داره. هزاران زن قبل از ما این رو شروع کردن سالها پیش و هزاران زن بعد از ما هم رو ادامه میدن. مهم این هست که در همین برهه تاریخی هر کدام ما بتوانیم به صورت مؤثر این قدم رو به صورت تاثیرگذار برای زنان افغانستان برداریم تا تغییری رو به وجود بیاریم. خانم سرابندی، در گزارش فرنوش اشاره شد موانعی که در حاکمیت وجود داره، در ساختار سیاسی وجود داره برای حضور زنان در ایران، ولی علارغم اونها زنان حضوری فعال دارن. چطور شده که نتونستند محدود بکنند حضور زنان رو؟ خانم سرابندی صدای منو میشنوین؟ امیدوارم که مشکل ارتباط ما با خانم سرابندی حل بشه. سوال بعدی رو از خانم فرید میپرسم. شما اشاره کردید که گام‌های زیادی برداشته شده، قانون هم از حضور زنان در رده‌های مختلف تصمیم گیری حمایت میکنه، شخص شما در پارلمان حضور فعالی دارید، ولی گفتید که هنوز در مراکز تصمیم گیری اونطور که باید و شاید زنان حضور ندارند. چالش در کجا بوده؟ مشکل در کجا بوده؟ ببینین، وقتی که ما مبارزه میکنیم، تلاش ما این هست که یک هویت مستقل برای زنان تعریف بکنیم. این هویت که برای اونها جایگاه مساوی برای زن به اندازه جایگاهی که مرد در جامعه داره بره از اون بره. و در این مسیر قانون میسازیم، پالیسی میسازیم، مبارزه میکنیم، نهضت به راه میندازیم. اما چی شده که هنوز نتوانستیم به آنجا برسیم؟ دلیلش به باور من این هست که در این مسیر یکی از عمده‌ترین چالش‌ها این بوده که ما هنوز مسئولیت اجتماعی رو برای زن فراهم نکردیم. برای زن گفتیم حق تحصیل داری، حق کار داری، اما در محیط کار برای اون خانم به اندازه کافی مسئول نیست. گفتیم حق تحصیل داری، در مسیر راه تا به مکتب میره، تا به درس میرسه مورد آزار و اذیت خیابانی قرار میگیره. قوانین تطبیق نمیشه به درستی که بتوانه مسئولیت این زن ره تا به حق اساسی خود که حق تحصیل و کار هست و به اون هویت مستقل میده که فردا در جامعه بتوانه تصمیم گیرنده درست باشه برسه. و دلیل همین هست، در این مسیر چالش هاست، ناامنی هست، اولویت های دیگری هست که حکومت داره، بحث صلح و طالبان هستند و اولویت های مثل بحث حقوق انسانی و کرامت انسانی زنان متاسفانه نادیده گرفته شده در بسا موارد. و دلیل اصلیش هم همین هست که من خدمت شما عرض کردم. امیدوارم که خانم سرابندی صدای من رو بشنوند. نسیم سرابندی، دبیر سابق کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت و عضو کمپین 1,000,000 امضا هم هستند. در گزارش فرنوش اشاره شد به موانعی که بر سر راه
زنان وجود داره که بیشتر هم ساختاری است، گویا اینکه دولت مردان در ایران خیلی از حضور زنان استقبال نمی کنن. ولی ضمن اون زنها در تا حد زیادی از منافذ استفاده کردند و در فضای سیاسی صدای خودشون رو بلند کردند. چطور چنین کاری صورت گرفته؟ ببینید، من فکر میکنم که اول اینکه سلام عرض میکنم خدمت بینندگان این برنامه. فکر میکنم که بالاخره زنان در ایران، حالا چه پیش از انقلاب چه پس از انقلاب، پیشینه حضور سیاسی داشتن و مخصوصا در احزاب، در گروه های مبارزاتی و انقلابی، و بعد از انقلاب هم ما دیدیم که اگر فرصت فراهم بشه در سالهای اصلاحات، حضور زنان میتونه خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که در حال حاضر میبینیم. یعنی این منافذ وجود داره، با وجود همه سختی‌ها، با وجود ساختار به شدت سنتی و محافظه‌کارانه سیاست در ایران، با وجود استفاده از کلمه رجل سیاسی در واقع قانون اساسی که خیلی کنترل میکنه، یعنی این رجل میتونه به نوعی برداشت بشه به عنوان مردان سیاست نه زنان سیاست، ولی باز هم زنها تونستن. من فکر میکنم یکی از کارهایی که زنان توی ایران تونستن بکنه اینه که در جوامع کوچیک خودشون، در شهرهای خودشون، محله های خودشون تونستن اون سازماندهی رو بکنن و جنبشی که راه انداختن تونستن به سمت مثلا شهرداری، رئیس شهرداری ها در شهرهای خودشون برسن که خیلی گام بزرگیه. خانم سرابندی، اشاره کردید که خب حضور زنان در سیاست ایران سابقه داشته، ساختارهای فعلی ساختارهایی است که برای اونها بسیار محدود کننده بوده، ولی وقتی که ما میبینیم شمار زنان تحصیل کرده روز به روز داره بیشتر میشه، کسانی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن به نسبت مردان تعدادشون بیشتره، رشته های جدیدی رو هم میبینیم که الان زنان وارد شدن، این ساختار قابلیت ادامه کنترل زنان و مهار اونها رو برای اینکه جلوگیری بکنه از وارد شدن اونها در سیاست داره، یا ممکنه که این ساختار به هم بریزه؟ من فکر میکنم ساختار بسیار سختیه، فکر نمیکنم به همین راحتی ها بخواد به هم بریزه. ببینید، مسئله اینه که شما میگین زنها فارغ التحصیل میشن، اما نگاه کنید چقدر از این زنان فارغ التحصیل وارد بازار کار میشن. نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان تو ایران و نرخ بسیار بالایی هم هست. من فکر میکنم این برابری اقتصادی به برابری سیاست خیلی کمک میکنه، برابری توی سیاست. و همین مسئله این که شما اگه بخواید یه ساختاری رو عوض کنید، جنبه‌های مختلف داره، جنبه‌های فرهنگ داره، سیاست داره، جنبه‌های اقتصادی داره و مجموعه اینها با هم کار میکنن. و فکر میکنم زنان ایران واقعا کار سختی در پیش رو دارن، مخصوصا با وجود ساختار به شدت محافظه‌کارانه و سنتی شالوده سختش. بله. خانم فرید، در 20 سال اخیر تلاش‌های حمایتی زیادی شده برای اینکه زنان وارد عرصه بشن، اشاره کردیم، ولی الان با یک چالش مواجه هستیم. گفتگوهای صلح در پیش، طرف دیگر میز حتی یک عضو مذاکره کننده زن نداره که هیچ، بلکه یک کارنامه پر انتقاد در زمینه حضور زنان داره. این شما رو نگران نمی‌کنه؟ خب قاعدتا بحث پروسه صلح، اگر بگیم چند تفاوت نظر بین دو طرف وجود داره، عمده ترین او که تفاوت ساختاری هم نیست، یک تفاوت ماهوی هست، ماهیت آینده سیاسی افغانستان رو تعریف میکنه، بحث زنان هست. و این قضیه اتفاقا بسیار نگران کننده هست. تلاش هایی از آدرس کمیسیون زنان ولسیجر یا مجلس نمایندگان و بقیه نهادهای زیر ربط و پارلمان افغانستان صورت گرفته تا ما بتوانیم به جهان یک پیام برسانیم. و پیام این هست که اگر امروز دختران ما اول نمره کنکور میشن، اگر امروز دختران ما یونیفرم پوش میشن، خلبان میشن، با توانایی های خود شدن. و این کسی برای اونها خیرات نداره که امروز بخوای از اونها پس بگیره. متوجه این یک مبارزه طولانی ره و یک قربانی طولانی ره در بر گرفته و به همین دلیل هم قرار نیست که کسی از این قضیه عقب بشینه. انکار نیمی از جمعیت افغانستان ممکن نیست. شاید روی یک ورق
شاید روی یک موافقت نامه امکان داشته باشه، ولی در حقیقت امر نمیشه چشم پوشی کرد از دستاوردهای غیر قابل انکار و غیر قابل برگشت زنان در طول دوره گذشته. خانم سربندی، خیلی وقتمون کمه، در حد یک دقیقه بیشتر نیست. بعضی از کسانی که فعال حقوق زن هستن میگن در شرایط فعلی امکان این که زنان به حقوق خودشون برسن وجود نداره، بعضی میگن نه این ساختار هنوز قابل اصلاح هست. شما چی فکر میکنید در ایران؟ من فکر میکنم ما نیاز به یه ترمیم و اصلاح اساسی داریم و من هم با بعضی از فعالان حقوق زنان همراه هم که این اصلاح سیاسی عمیق اگه اتفاق نیفته رفع تبعیض در مورد زنان خیلی سخت خواهد بود. ببینید ایران عضو کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان نشده و نمیشه. اینکه در واقع این برای اینکه اگر بشه باید یک چیزهایی رو رعایت کنه، یعنی باید یک گزارشهایی بده، یک شرایطی به وجود بیاره که زنان در حوزه برابرتری قرار بگیرن. یکیش هم همین صندلی‌های پارلمانه، سیاسته. واسه همین خیلی سخت خواهد بود این قضیه. سپاسگزارم از نسیم سرابندی، فعال حقوق زنان، و ناهید فرید، نماینده مجلس، و با پوزش به دلیل اینکه وقتمون تموم شد. و اما از تعداد کودکان در خودمانده یا اوتیستیک در تاجیکستان آمار دقیقی در دست نیست. در این کشور حتی هنوز اوتیسم رو بیماری نمیدونن. در چنین شرایطی زنی دست به کار شده تا صدای دل مادرانی را که مثل او فرزند اوتیستیک دارن به گوش مسئولان دولتی و سازمان‌های بین‌المللی برساند. اما او تا چه اندازه توانسته چالش‌های پیش رو را از میان بردارد و موفق شود؟ سهراب ضیا گزارش می‌دهد. یکی از صدها هزار خانواده در تاجیکستان از اکثری کلی خانواده های دیگر تفاوت ندارد، مگر اینکه داشتنی پسر چون کمال. ویژگی اصلی کمال از برادران و خواهرش این است که به توجه و مراقبت بیشتر نیاز دارد. بیماری او را در خودماندگی یا اوتیسم می گویند. 10 سال پیش در تاجیکستان کم کسانی درباره اوتیسم اطلاع داشتند. بزرگترین چالش برای خانواده هایی که فرزندی در خودمانده داشتند نبودی مرکزهای ویژه و برنامه های آموزشی و بازپروری برای آنها بود. آن وقت حتی پزشکان نمی دانستند با این گونه کودکان چی کار کنند. در چنین شرایطی و البته پس از آموزشی روش های بین المللی مراقبت از کودکان اوتیست، لالا نصرالدینوا سازمان را بنیاد گذاشت. لالا به خاطر مشکلات خانواده خود حرکتی را در میان زنان راه انداخت که مثل او فرزندی اوتیست یا در خودمانده دارند. با گذشت 10 سال از تأسیس سازمان اراده او، امروز در سراسر تاجیکستان ده ها زن گروه ها و سازمان های را تأسیس دادند که هدف آنها رسیدگی به مشکلات چنین خانواده ها و آموزش و بازپروری فرزندان معلول آنهاست. اکنون به ابتکار این زن و والدین دیگر بیش از 40 مرکز و سازمان اجتماعی در تاجیکستان تأسیس یافته که و کودکانی دارای معلولیت های مثل فلج مغزی، سندروم داون و اختلال روانی کمک میکنند. نمیتونم بگم که سازمان های خاص دیگه هم در زمینه اوتیسم فعالیت میکنن، اما سازمان هایی هستن که با کودکان ناتوان از جمله در خودمانده کار میکنن. تعداد چنین کودکانی خیلی زیاده. بر اساس آمار بین المللی از هر 56 کودک تازه متولد شده در جهان یکی از آنها مشکل در خودماندگی دارد. روی این حساب در تاجیکستان بیش از 30,000 کودک، نوجوان و بزرگسال دارای اوتیسم هستند. اخیراً سازمان اراده به اقدام تازه دست زد. آپارتمان را در شهر دوشنبه خریداری و آن را ترمیم کرد. اکنون در اینجا با کودکان و نوجوانان دارای معلولیت زندگی مستقلانه کردن را یاد می دهند. نیمه از قیمت این آپارتمان از روی فروش شیرینی و کالاهای به دست آمده که این کودکان و مادران آنها تهیه کردند. We are very proud of parents of mothers like Lola. ما
ما به والدین و مادرانی مانند لاله افتخار می‌کنیم که این کارهای بزرگ رو نه تنها برای بچه‌ها و خانواده‌شون بلکه برای عموم و جامعه انجام میدن. آگاهی مردم رو بالا میبرن و به اونهایی که از افراد پیرامونشون انتظار کمک دارن اطمینان میبخشن. خودی لاله پسرش کمال را محرکی اصلی پیشرفت و الهام بخشی تمام فعالیت های اجتماعی 10 سال اخیرش می داند. بدون شک چالش های بزرگی دیگر در راه است، اما این زن تلاش دارد امیدی مادرانی را که مثل او فرزندی در خود مانده دارند با آینده بهتر قوی تر سازد. سهراب ضیا، BBC، دوشنبه. برنامه امشب رو با اجرای از نازلی سلطانزاده به پایان میبریم که در رشته موسیقی و پژوهش هنر تحصیل کرده و در حال حاضر در ایران به تدریس آواز مشغول است. نمیشه قصه ما رو یه لحظه تنها بذاره، نمیشه ممنون از همه.